سلام دوستان من مسعود هستم و اینجا کانال ما در شوه سا هستش امروز من میخوام در مورد سوالات متداولی که برای مصاحبه ویزای توریستی آمریکا ازتون ممکنه پرسیده بشه و از دوستان من پرسیدن براتون کامل توضیح بدم که اولا چه سوالاتی قرار پرسیده بشه و ثانیا چه جوابهایی رو شما باید به این سوالات بدید چه جوری باید جواب بدید و یه سری مثال های انگلیسی هم میخوام براتون به زبان انگلیسی مثال براتون توضیح بدم پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه باشید اما قبل از اون اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید همین پایین سمت راست روی لوگوی کانال رو کلیک بکنید دکمه سابسکرایب میاد علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا از ویدیو جدید من جا نمونید علاوه بر اینها من یه پیج اینستاگرام یه کانال تلگرام و یه گروه تلگرام دارم که آدرس همشون رو تو دیسکریپشن همین ویدیو میذارم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو همراه خودم داشته باشم قبل از اینکه بریم سر وقت سوالاتی که, که میپرسن اینجا یه نکته مهم هستش که بهتون بگم ببینید ویزای توریستی یک ویزای غیر مهاجرتی هستش و اینکه بخوام به شما ویزا بدن یا ویزا ندن کاملا بستگی به نظر آفیسر داره و بستگی داره به پاسخهایی که شما به سوالات آفیسر در جلسه مصاحبه میدید و مدارکی که برای اون در واقع به عنوان ساپورت اون سوالات ارائه میکنه. پس بنابراین خیلی مهمه که از قبل آماده شده باشید جواب ها رو آماده کرده باشید مدارک لازم رو همراه خودتون داشته باشید تا شانس ریجکت شدن ویزای توریستی خودتون رو به حداقل برسونید این از همه چی مهمتره پس بنابراین با تمرکز برای این نقطه و برای این هدف بریم برای دیدن سوالات سوالاتی که پرسیده میشه توی سفارت آمریکا برای ویزای توریستی بیوان و بی تو سوالات متنوعی هستش اما 6 تا سوال هستش که از همه پرسیده میشه و به همه افرادی که برای مصاحبه رفتن گفتن که این سال از ما پرسیده شده میخوام یکی یکی اینها رو باهاتون مرور بکنم خب سال اول این هستش که هدفتون از مسافرت به آمریکا چی هستش این سال فارسی انگلیسیش هم میشه که why do you want to travel to united states خب شما اینجا باید توضیح بدید که مثلا هدف من از اومدن به آمریکا مثلا برای تفریح هستش یا برای دیدار با خانواده هست یا برای اهداف درمانی برای یک بیماری هستش یا مثلا میخوام بیام توی کنگره شرکت بکنم هر چیزی رو که میخوایم جواب بدیم باید کوتاه باشه اما صداقت داشته باشه اگر مثلا برای کنگره میخوایم بیاین نگین که برای تفریح میخوام بیام اگر برای دیدار فامیل میخوایم بیاین نگین مثلا برای اهداف درمانی میخوام بیام چون اینها مهمه هم تو سابقه شما میمونه هم روی تصمیم نهایی آفیسر تاثیر هستش مثلا شما میتونید بگین که I wanna go to visit my family or I wanna attend to the congress or seminar or I want to follow up my treatment for my disease something like that مثال مختلف میتونید بزنید نمونه هاش رو میتونید توی اینترنت هم سرچ بکنید که جوابش از قبل آماده بکنید و یک جواب کوتاه در حد یک یا دو جمله برای آفیسر کفایت میکنه سال دوم در مورد سابقه سفر قبلی شما به آمریکا هستش که میپرسن آیا شما قبلا به آمریکا سفر کردید یا نه که انگلیسیش میشه Have you traveled to America before؟ so, uh, شما میتونید بگید که آره مثلا من قبلا مسافرت کردم اگه هر سابقه سفری به آمریکا رو داشتید حتما اعلام میکنید که میتونید روی ای و کلیرنس سریعتر ویزای شما تاثیر مثبت داشته باشه همچنین اگر سفر داشتید به کشورهای انگلیسی زبان اصلی مثل آمریکا مثل کانادا مثل استرالیا انگلیس اینها رو هم حتما اعلام میکنید چون که این نه قبلا توضیح دادم توی ویدیو و لینکشون این بالا میذارم این کشورها توی فرایند بررسی ویزا با همدیگه ارتباط دارن و اگر که از این کشورها قبلا ویزا گرفته باشید اینا اطلاعاتشون رو شیر میکنن با آمریکا و خیلی راحتتر و سریعتر فرایند کلیرنس ویزای توریستی شما انجام میشه در پاسخ به این سوال شما میتونید بگید که I had, I had several, time, several trips to different countries and I did a several trips worldwide but I want to come back to my country for work for blah 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 شما میتونید مثال مختلف بزنید و افسر رو تو این زمینه قانع بکنید که آره من فردی هستم که مسافرت زیاد میکنم اما در نهایت هدفم این هستش که برگردم به کشور خودم سوال سوم این هستش که آیا شما خیشابندی در آمریکا دارید یا نه که خب انگلیسی میپرسن که دو یو هاف این امریکا شما توضیح میدید که اگر که خیشابندی تو آمریکا دارید براشون کامل توضیح میدید و ببینید اینجا داشتن خیشابند درجه یک اصلا هدف آفیسر چیه که میپرسه خیشابند دارید یا نه میخواد ببینید که آیا شما میخواین بمونید یا میخواین برگردید اینجا داشتن موخیش و خیش و درجه یک به عنوان شمشیر دولبه هستش از یه جنبه خوبه برای شما برای اینکه نشون میده کسی هست که شما رو ساپورت مالی بکنه شما جایی هست که برید پیش زندگی بکنید از نظر مالی احتمال اینکه به مشکل برخورد بکنید کمه اما از اون طرف داشتن اقوام درجه یک به آفیس ممکن اینو القا بکنه که شاید اونها بیان برای شما به خصوص اگر که مثلا سیتیزن باشن در خاص اگر گرین کارت داشته باشن آفیسر القا میکنه که اونها ممکنه برای شما فرایند اقامت رو به جریان بندازن بنابراین در هر دو جنبه میتونه اثر مثبت یا منفی داشته باشه ولی در هر صورت شما باید اقوام رو اعلام بکنید بهشون و اقوام درجه یک مهمه یعنی پدر مادر خواهر برادر همسر و فرزند مهمه بعد از این دیگه اهمیتش کم میشه البته اگر میخوایم به دیدار یک قوم خاصی بید مثلا میخوایم بریم به دیدار پسرموی باباتون توی آمریکا مثلا یا دختردایی مادرتون مثلا هم کس شخص خاصی که فامیل دوره اما شما میخواین به دیدنش برید این رو هم حتما به آفیسه اعلام میکنید که آره من این قوم رو هم دارم این فامیل رو هم دارم تو آمریکا و میخوام به دیدنش برم مثلا میتونید بگین مای برادر از لیوینگ این نیویورک اور آی ویل میت هیم تو ویک افتر ارایوینگ مثلا من برادرم تو آمریکا زندگی میکنه و دو هفته بعد از این که اومدم آمریکا مثلا برنامه دارم که برم ببینمش این مشخص میکنه به آفیسر که شما هم صادق هستید همین که حالا برادر شما اینجا هستش و هم هدف و پلن برنامه پلن مسافرتی شما رو هم مشخص میکنه سوال چهارمی که میپرسن این هستش که در زمانی که شما توی آمریکا با ویزای توریستی هستین کجا اقامت میکنید یعنی کجا زندگی میکنید حالا اگر که شما میخواین توی هتل زندگی بکنید اگر میخواین با دوستتون زندگی بکنید اگر میخواین که یه خونه اجاره بکنید یا با فامیلتون میخواین زندگی بکنید باید اعلام بکنید و آدرس دقیقش رو هم بهشون بدید اینجاست که پلن در واقع مسافرت مهمه یعنی یکی از مدارکی هستش که توی روز سفارت ازتون میخوان شما باید بگین که آره من از زمانی که وارد میشم با این افراد مثلا میخوام خونه این افراد برم میخوام مثلا این کنگره رو برم از این تاریخ تا این تاریخ مثلا برای درمان میخوام اقدام میکنم یا برای هر چیز دیگه با دیتیل و تاریخ برگشت هم مشخص میکنید با دیتیل باید مشخص بکنید که برنامهتون چی هستش آدرس ها رو هم لازم دارم مثلا میتونید بگید که I live with my brother مثلا آدرس رو میگین فرام مثلا تاریخ فلان تا ف... تاریخ فلان با ایشون زندگی میکنم که این آدرس رو هم بعدا برای این لازم هستش که اگر اتفاقی افتاد اگر مورد خاصی بود بتونن شما رو ترک بکنن و بتونن بهتون دسترسی داشته باشن و این خیلی خیلی مهم هستش که حتما حتما پلن دقیق با جزئیات داشته باشید سال پنجم این هستش که میپرسن تا چه مدت توی آمریکا میخوایم بمونید که اینجوری هم میپرسن که How long do you stay in America؟ برای این هستش که این سوال رو میپرسن تا متوجه بشن که آیا برای این مدت زمانی که شما میخواین تو آمریکا بمونید آیا از نظر مالی کفایت لازم رو دارید یا نه که این رو از روی همون تمکن مالی یا از روی اسپانسر متوجه میشن مورد دوم که دلیل پرسیدن این سال هستش میخوام ببینن که آیا شما در هدفتون این هستش که بعد از این مدت اتمام این مدت برگردید یعنی میخوان در واقع شما کانفرم بکنید که برمیگردید و سوال شیشو و سوال آخر که ازتون میپرسن این هستش که در زمانی که در مدت زمانی که توی آمریکا هستین چجوری هزینه های خودتون رو کاور میکنید حالا انگلیسی هم میپرسن که how do you manage your expense during your stay in america خب شما اینجا هستش که خیلی از افراد ممکنه که به خاطر همین عدم تمکن مالی مناسب یا مشکلات دیگه ریجکت بکنه در واقع آفیسر پروندهشون رو شما اگر که تمکن مالی مناسب داشته باشید ارائه میکنید اگر که اسپانسر شما شما رو کاور کرده باشه و ساپورت بکنه ارائه میکنید اگر که برای کنگره دارید میرید مثلا بعد ازتون دعوت شده و در واقع حمایت مالی حالا از دانشگاه دارید مبدا یا مقصد اینها رو ارائه میکنید و اینا همه آفیسر رو قانع میکنه که در واقع شما به عنوان زمانی که وارد آمریکا شدید به عنوان یک بار اضافی از نظر مالی برای دولت آمریکا نخواهید بود البته این 6 تا سوال 6 تا سوال اصلی هستش که از همه میپرسم سوالات دیگه هم هستش که از خیلی ها ممکنه بپرسم ولی اینا موارد موردی هستش یعنی سوالات جزئی تر هستش و بسته پرونده فرد فرق میکنه اما این 6 سال سوالات اصلی هستن خیلی ممنونم که تا این من همراه بودید اگر این ویدیو براتون مفید بود و به دانش شما نکته رو اضافه کرد ممنون میشم که اون رو لایک بکنید و با دوستان و خودتون به اشتراک بذارید و اگه تا حالا تو کانال من سابسکرایب نکردین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید علامت زنگوله کانال رو هم بزنید تا ویدیو جدید من جا نمونید خیلی ممنونم